دلوي وبخون کې الله تعالی په سپېڅلي نامه د ژوندون نړیوال اړیکې کې وي ژوند درن لیدون کو ریدون کو سلامونه نیک هیلې او ښې چارې ستاسو د روغتیا صحت او عافیت په هیله په دې هیله چې سره له خپلو کورنیو او د کورنیو غړو روغ جوړ اوسئ او د کرونا وایرس نه په امان کې اوسئ. لیدون کو ریدون کو طالبان په هغه حملو سره چې په افغان امنیتي ځواکونو کې د واشنگتن او طالبان ترمنځ چې کومه موافقه نامه شوې ده یا هوکړه لیک شوې ده ویل کېږي چې له هغې سرغړونه کوي. تاسو خبر استئ چې افغان امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو بریدونه دوام لري او ویل کېږي چې د سلبیخو نتر شپېتو شاوخوا سربازان د ملي اردو هم د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي او دوی په ځینو ځایونو کې به د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د دوی بریدونه په شاتم بول شوي دي. پوښتنه دا ده چې له یوې خوا له امریکا سره هوکړه لیک شوې او له بلې خوا په افغان امنیتي ځواکونو باندې حملې جریان لري، په دوی باندې لیدونکو اورېدونکو د دوی وژنه جریان لري او له دوی سره جګړه دوام لري. که چېرته له امریکایانو سره هوکړه لیک کېږي نو له افغان امنیتي ځواکونو سره ولې جګړه دوام کوي؟ او د دې ترڅنګ د طالبانو باندیان هم د خوشي کېدو په حال کې دي. د 362 زیاتو کم په شاوخوا کې باندیان ویل کېږي چې آزاد شوي دي. دارنګه طالبانو هم 60 زیاتو کم سربازان خوشي کړي دي. البته سربازان نه وایو، په ټوله کې هغه کسان چې له دوی سره باندیانو، هغه کسان دوی هم خوشي کړي، ځینې ملکیان، ځینې د اردو تقاعد شوي سربازان او ځینې بیا د سیمه ایزو پولیسو غړي. دې پوښتنې ته راګرځو او په دې نن بحث کوو چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه دوام لري او تاوتریخوالی ورځ تر بلې د دې پر ځای چې کم شي زیاتېږي. د حل لارې ته به هم اشاره کوو په بحث کې. بس تاسو تلیفوني اړیکې هم راسره. د نن د بحث لپاره، د لا ډېر بحث لپاره، ځان ته نیم درون او قدرمن میلمه عبدالقادر قانی د کابل د علماو شورا مشر راسره. د ده ته راغلاس وایم، وخت په خیر. وروسته له هغې به بحث پیل کړو. قانی صاحب، بحث تسلیم شي، په خیر. قانی صاحب، پیل به له دې ځای نه وکړو چې طالبان په دغه کار سره چې په افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي یا زموږ او ستاسو افغان امنیتي ځواکونه او سربازان وژني، د دې جګړې دوام تاسو څنګه ګڼئ؟ په کوم نظر ورته ګوري؟ درحال چې د طالبانو او امریکا ترمنځ یو هوکړلی هم شوی دی. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب سبحان صاحب، به تمام همکاران و بینندگانتون مختصر و فشرده عرض بکنم که توافقنامه میان طالبان و امریکا که صورت گرفت، رو توافقنامه ای تذکر شده بود که جنگ میان گروه طالبان و امریکایی توقف پیدا میکنه و جنگ میان حکومت افغانستان طالبان وقت توقف پیدا میکرد که مذاکره سل یا گفتمان سل بین الافغانی شروع میشه. متاسفانه که ما شما در داخل افغانستان حکومت افغانستان یک اجماع واحد، یک مثلا تیم مذاکره کننده واحد تانوز قادر نشد که ایجاد کنه و گفتگوهای سل با طالبا شروع شد و هرچی عاجلتر طالبا متعلق اقل یا تشبست یا توقف جنگ با نیروهای امنیتی را مثلا یکی از پیشرطه های گفتگوی سل بین افغان ها همین میبود که توقف جنگ میان گروه طالبان و مثلا حکومت افغانستان. متاسفانه که من یک چیزی را براتان جناب سبان صاحب بگم که امریکایی ها هم به تعهداتشان صادق نیستن، پایبند نیستن. شما ببینید که طالبا هم یک اطلاعیه را نشر کردن در صفات در طریق رسانه ها که تقریبا بعد از توافق نامه که میان امریکا و طالبا صورت گرفته، 70 حمله طالب امریکایی با موضوع طالبا داشته. این هم نقص آشکار و سریع و متوافق نامه که میان امریکا و طالبا صورت گرفته بود یک نقص آشکار و سریع است. دویم برمیگرده ای که سربازای ما واقعا که در این شب و روز شما میبینیم که بعد از شروع شدن فصل گرما جنگ تشدید پیدا کرده، ولل خصوص در صفات شمال. در این روزا در اخبار ما شنیدیم که ده ها سرباز ما جانه شیرینشان از دست دادن. متاسفانه در اینجا مشکل در کجاست که ما هر روز قربانی میتیم و هر روز کشته میشیم و یک طرف هم به نام سل مثلا سر و صدا هاست و مثلا دنیا هم صدا بلند میکنه که در افغانستان سل بیا، حکومت افغانستان هم میگو. متاسفانه که جنگ تشدید پیدا میکنه هر روز از ما. پختنه داده چی جناب قانید صاحب که چیر تا جگره خود امریکایانو سر دوی جگره و حکرالی که وکو در امریکایانو خلاف تاوتریخواله ندیریگی، مگم در افغان امنیتی زواکونو پر اراندی تاوتریخواله دیریگی. تاسو در جگره سنگ گنه ما جه در طالبان را جگی که دی برزه چه در امریکایانو پر اراندی تاوتریخواله وکی در افغانانو پر اراندی یا در افغانانو پر اراندی یا در مسلمانانو در خپل هیوادوالو پر اراندی باندی چه دوی بیده افغانیت دوام که جگره تا دوام ورکه وجنی یو تر بلا. موقف ما امی بوده برای همیش ما سر گروه طالبا یا مخالفین مسلح دولت صدا بلند کردیم که افغان نکشیم.
جنگ ذات البینی در مبانی مسلمانان هم مشروع درست نیست. بار باری صدایی که ما بلند کردیم، ولی متاسفانه ما یک چیزی را براتون بگم که جنگ هایت که در افغانستان است، جنگ های استخباراتی است، جنگ های بیرونی است. دویمی که جنگ هایی است که به خاطر امتیازگیری است. تلاش میکنن گروه طالب ها که مناطق بیشتری را در تحت کنترل خود تصرف خود داشته باشند و در مذاکره صلح بین الافغانی اونا دست بسیار بلند داشته باشند. ولی برمیگرده با ما افغان ها، با سیاست مدارای ما، کسایی که امروز در افغانستان در رأس قدرت هستن و اینایی که تشنگان قدرت هستن، برمیگرده به اینا که اینا باید یک راه و چاره را بسنجن دیگه. هر روز جوانای ما کشته میشن در خطای نبرد جنگ، مادرهاشان در ماتمشان میشینه و این بسیار دردآور است واقعا دیگه. اینا یک راه و چاره پیدا کنن هر چه جلتر. شما ببینید مشکلاتی که سیاسیونی که در داخل افغانستان دارن، اینا تا هنوز از اون مشکلاتی ما بین خود از اون زد و بنده هایی که در ما بین اینا ایجاد است، کشمکش های است، از این بیرون نشیدن. ما متاسفانه گفتم میتونم که مقصر اصلی در اینجا ما هستیم که تا هنوز یک تیم مذاکره کننده صلح را بی‌طرف و بسته به هیچ جریانی نباشه ایجاد نکنیم. یا گفتن دام در خانین سب چه طالبان یا وسلوال مخالفین څنګه کولای شي افغان امنیتی ځواکونه په نخه کې یا له دوی سره جګړې ته دوام ورکړي، سره چې زمونږ د دې چې زمونږ افغان امنیتی ځواکونه قوي تجهیزات لري، وسلې لري، موټرې لري، او طالبان فقط یو میل زړه کلشینکوف یا کېدای شي ډېرې اصلي وسلې مونه لري، مګر بیا هم راځي حملې کوي او زموږ پوستې نیسي، زمونږ امنیتی ځواکونه وژني. تاسو دې خبر ته په کوم نظر ګورئ قانون صاحب؟ خدای جا برمیګرده به کسایی که در رأس مثلا در رأس ارګانهای عدلی مثلا نظامی ما و شماست، وزارت داخله است یا وزارت دفاع است، شاید که کنکاری از اینا باشه یا آمدگی کامل برای یک دشمن نداشته باشن، یا در حالاتی مثلا که یک سلسله جنگ های طالب ها جنگ های چریکی است که مثلا دوران روسا مجاهدین مثلا از این تکتیک کار میگرفتن. تقریبا جنگ های طالب ها هم تکتیکی است، جنگ های طالب ها هم چریکی است و جنگ های طالب ها هم غافلگیر است. اکثر در نقاطی که نیروهای امنیتی تلفات می داشته باشه علتش نیست. و به هر حال ما میگیم که حال جنگ است. اول ما نفس می جنگ تقبیح میکنیم، جنگ ذات البینی در مبانی مسلمان ها میگیم هیچ مسلمانی با توسط مسلمان خونش ریختانده نشود. ولی با اینا باز هم آمادگی داشته باشند، به خاطر که دشمن حال دشمنی است، ما میانی دشمن از دیگه او را میره دشمن میخونه، میگه تو نوکری امریکاست، نوکری مثلا به خاطر دنیا دفاع. فکر نکوی د طالبانو تر شا جناب خالد صاحب بهرنی لاسونه دی او زینی بهرنی هوادونه په لوی لاس دوی حمایه کوي ترسو دغه سي جګړه وشي، ترسو زمون سربازان ووجل شي، ترسو دی په افغانستان کې زین ونيسي. جناب سبون صاحب مشکلی جاست کې پښتې دست یار دی، ما هم طالب و هم دولت هر دوشان مستقل نیستن، اینا حمایتګرای بیرونی دارن، همگی ما شما معلوم هست. ولی خو شک نیست که طالب هم اونا حمایتگرای خود بیرونی دارن، حالا خصوص پاکستان. گفتم میتونم که سرسخ حامی طالب هستن، ولی اینجا برمیگرده به این که یعنی مذاکره صلح بین الافغانی که سال شروع است، بعد تقریبا 4 ماه سپری شد، 2 ماه 3 ماه سپری شد از توافقنامه که میان امریکا و طالب ها کس توافقنامه امضا شد، ولی متاسفانه تا هنوز ما هم نتونستیم قادر نشدیم که یک تیمی مذاکره کننده را دلیل سه شکیدلی شي چې موږ نشو کولای یو قوي مذاکره کوون کې ټیم جوړ کړو له طالبانو سره. کې میگم که نه امریکایا و نه یکی د حلقات داخلی نمیخوان که در افغانستان صلح و ثبات امنیت بیه، و صلح و ثبات امنیت به نفعشون نیست. اونا تلاش میکنن در داخل شما بسیار کوشش ها تلاش ها صورت میگیره که پلیس صلح سبکتا شود. این دسته ها کار میکنن و دیدیم که امریکایا هم جو طالبا گفت که شما امریکا نقص کرده با پیمانی که با طالبا بسته کرد و اینجا قماندانی ما فکر نکوی طالبان هم نقص کرده دیر یا عملی کردی دی چه نام گفت که شما ما دوار طرف دست نوزن ببینیم یک توافق نامه گن میان طالبا و امریکا صورت گرفت. مثل که من یک مثالش برای شما جناب سوان سوی میگم، مثل که وزارت مواج اوقاف ما یک فتوای گن صادر کرد و اما علما مبهود و معیر شدن که مشید یک فتوای گنگ بود، این قسم توافقنامه ما یک توافقنامه گنگ و نامعلم بود. دو طرف امریکایی ها گفتن توافقنامه تو بود که میان نیروهای خارجی و امریکا و طالبا و یک موضوع یک دیگر عمله نمی کنن یا بر مراکز امریکایی عمله نمی کنن. دو طرف امریکا میگه که ما اگر طالبا با نیروهای داخلی افغان عمله بکنن ما پشتیبان ایناسیم.
این یه توافق نامه شکل گنگ است. توافق نامه شدگی است که مثلا این نامه که ما هم پیمانی حکومت افغانستان هستیم. در حالی که در اوجه توافق نامه صورت گرفته که جنگ میان طالبا و میان نیروهای خارجی توقف پیدا میکنه، طالبا به موازی اونا حمله نمیکنن، امریکا به موازی طالبا. اینجا متاسفانه نقص صورت گرفته. میای مشکلی جاست که در جنگ داخلی متضرر اصلی افغان هاست. این طرف اگر سربازای ما مثلا جانشان از دست میتن، اون طرف اونا هم اگر جانشان از دست میتن، فرزندان همی خاک هستن. خب من میگم که بهتری بود که از امتیازخوری سیاست مدارای ما دیگه خودداری میکردن، بس شان بود. یک تیم مذاکره کننده سلح آل همه برشان میگم و این صدا را بلند میکنم که نه این سل وابسته به حکومت باشه، نه به جریان سیاسی باشه. یک تیم مذاکره کننده سل ایجاد شد و هر چه عاجلتر گفتگو یا مذاکره سل بین الافغانی شروع شد. و هر نه دیگه ما به امید باشیم که والا توافق نامه میان طالب و امریکا امضا شده و طالب ها چرا با نیروهای افغان می جنگد. اگر ما به این باشیم و بعد این طرف هم شما ببینیم که اینا همه که یا طالب ها دست از حمله جنگ بردارن یا کسا نابودشان میکنیم، اینو هم میکنیم، و این گپ ها مشکل افغانستان داخلی کلیم فکر نکوی قانت سه موجود دیدی چه طالبان و سر همکاری که یا طالبان قوی حملات تر سره که یاد دوی در معلومات و نمخی نزین زین پنخه که فکر نکوی زین داخلی همکاری هم لدوی سر موجود دیدی؟ شما مطمئن باشیم که طالبا در داخل نظام استخبارات بسیار قوی دارن. در شما یا که مناطق را که طالب حمله میکنه و را نشانگیری میکنه، مطمئنن که در اینجا نفوذ دارن، نفوذ استخباراتی طالبا دارن که قدر طالبا دست بالا دارن. شما ببینین یک سلسله حملات خونین الحمدلله کم شده گیسه. در شهرهای بزرگ تا هنوز ما شاهد حمله های خونین نیستیم، ولی طالبا که در جایی که مثلا حمله میکنن و موفق میبرند، اونجا ما مطمئنن براتون گفته میتونم که هوریکی یا مثلا نشانه بسیار قوی برشان داده میشه، استخباراتشون کار میکنه. متاسفانه که استخبارات هست تو این فکر کوي د دوی زيني خلپ امنيتي ځواکونو کې د نن نوتی لکه په خو به چي دا کېدل چې په ملي اردو کې امنيت کې مثلا په وزارت داخله کورنۍ چې وزارت کې د دوی زيني کسان شته چې په نفوذي شکل کار کوي دوی په امي حملات کې قبلا صورت میگرف طالبان بسیار منظم میامدن، حملات خود انجام میدادن. در جای شک نبود که همکاران داخلي داشتن. این یک په تخمینی است مثلا، یا که در آن در جنگ در خطای نبرد است، مثلا در مثلا خطوط جنگ در داخل شهرها نیز فقط تقریبا جنگ های مسلحانه در اطراف در مو موازی که طالبا دارن یا موازی که اردو و پلیس ما داره در اوجه جنگ شروع شد. در اوجه به نظر ما که طالبا اما اول به نظر ما یک نشانگیری یا مثلا اما گروه استخباراتشان به نظر ما کار میکنه، از این خاطر که اینا دست بالا دارن و تلفات نیروهای امنیتی ما زیادتر شده، بیشتر شده. بازم خواستیم من میشه صدا بلند میکنم که طالبا باید جنگ ذات البینی میان افغان ها را دیگر بین الافغانی خبر تو ولی زمینه برابر نشو قانت سر مشکل داری جاست استونزه پا طالبانو که دا پا افغان حکومت که دا نبارتان مطمئن بخواه دو طرف مشکل است، مشکل دارن دو طرف. مثلا کم مشکل دوی داری دوار خواه استونزی سدی شما ببینین امی تیم مذاکره ده کننده سلی که در اینجا ایجاد شد نه امی تیم مذاکره ده کننده سل برای طالبا قابل قبول نم این تیم همه شمول نیست. این یک سلسله مشکلات ها هست داره. خدا تیم خو افغان حکومت پوری تړاو لري و زما په تیم کې چې زه یو تیم ټاکم ما به لوري مدافعه سره جناب سبون سي هر کسی که در جنگ باشه او کسی که صلح بکنه این خلاف هم اصول و قانون و قاعده اسلامی است، هم اصول تمام عرف و عنانات دنیا است. هم جنگ و هم صلح کو بس به خدا اینا امتیاز خری میکنن، والله امتیاز خری میکنن. خرا در این پروسه صلح چرا نامی من نیست؟ مگه یک شخص به طرف است مثالش میگم، مثال یک مثال چرا نامی شما نیست؟ نام همون کسایی است که مثلا هم در قدرت هستن، هم در جنگ هستن، هم در سیاست هستن. نمیشه تو یکی ما تعقل بکنیم، فکر بکنیم، برادر بیاندیشیم ما چی کده رایستیم؟ فیلانی مثلا کسایی را شما در این پروسه سل میبینی که نه تجربه سیاست دارن، نه تجربه سلح دارن، نه تجربه ندارن، هیچ تجربه ندارن برادر، به این سلح نمیشه. ما بار بار صدا بلند کردیم والا ما ریخته اینم اینا این قدر تلاشی که به خاطر ویروس کرونا اینا گرفته رئیسه، همین قدر تلاش به خاطر خط جنگ میکردن به خدا وقت خیلی جنگ در افغانستان ختم شده بود. جنگ نمی کسی خواهان سل نیست در افغانستان، نیست کسی خواهان سل. اینایی که برادر دمابین خود جور نمیان در یک پایتخت
مثلا زندگی میکنن. در یک صف ما میگن ما قرار داریم، ما همش جمهوری اسلام هم دموکراسی خواهان هستن. اینایی که در مابین خود جور نمیان، سری قدرا سری چوکی، چی تو میتونن که با طالب مثلا در پای مذاکره صلح بشینن؟ و اینایی که شما ببینید که در افغانستان ما کم افراد داریم که اونا نخبه هستن، با تجربه هستن، پر نفوذ هستن، موثر هستن. اینا چند تا بچه‌ای را گرفتن که مثلا هیچ تجربه نه جرگه، افغانستان یک کشور جرگه است، یک کشوری مثلا همیشه مشکلات خود از طریق جرگه و اینوان حل میکده، ولی میتونه که به چند تا نفری محدود، همین چند تا نفری نشون که شمار اونم ما بار گفتم به لحاظ خدا مثلا حکومت افغانستان صدا برام میکنم از خدا بترسین. ما طرفداری نیستیم که خونی سربازای ما ریختن بشه، ما طرفداری نیستیم که خونی یک افغان ریختن بشه. شما که امروز به خاطر ویروس کرونا اینقدر جدی هستین، یک دیگر دست نمیتیم، میگیم که ویروس کرونا آمده ما را میکشه، جان ما در خطر است. آیا او سربازی که در خط اول نبرد کشته میشه، او خون جان و جان نیست؟ خون و خون نیست؟ از خدا بترسی. دیدی خبر سبا و روز مسئولیت چه در اجی که قانون سربازان و دو وجنی در شهیدی دارو؟ اینمی کسایی که در رأس قدرت افغانستان امروز هستن، امی تشنگان قدرت در روز قیامت انشاءالله پیش الله اینا پاسخ گوستن. او سربازی که در خط نبرد کشته میشه و جان خود از دست میته، فردا پاسخگوی خون اینا اینمینا هستن که دریج هستن، دو پاسپورت هستن، هیچ متحد به مردم افغانستان. این شعارها رو با بس کردیم که هر روز ما سل میاریم، ما این میاریم، کو سل سل کو امی سل است ترا به خدا می سل که روزانه ده ها صدا سرباز ما کشته شو، ده ها صدا مردم ما کشته شو و جان شنین خود از دست بده. برادر بس است، ما به اینا گفتم بازم پیشنهاد ما میشه که اینا نمیخوان در افغانستان سل بیارن. دغه مشان ترمن لگا تاسو چی اشاره کوي قانون سب سیاسی اختلافات د دې بایس نشي کېدل چې امریکا خپل مرستیم کم کی لکه څنګه چې هغه کړی او اعتماد او باور هم دوی خپل بایس اختلافات اینا ایتو شه. بایس اختلافات اینا شیدا کی ما استقلالات خود از بین بودیم، بایس اختلافات اینا شیدا کی طالبا بسیار قوی مجهز شیدن، بایس اختلافات اینا هم شیدا کی جنگ تشی شیدن، بایس اختلافات اینا شیدا امروز در افغانستان بحران است، باعث اختلافات این مناسی امروز حکومت در افغانستان وجود ندارد، حکومتی وجود ندارد. یعنی باعث اختلافات این مناس اگر اینا جور بیاین تا به خدا من به حد میگم این تا به حد کارها روان از دسته های و شبکه های بیرونی به حد کار که در رئیس که حتی من میگم که این به تجزیه افغانستان امروز کار روان است. جناب خالد صاحب احتمال از این گفته میشه که یک سلسله مردم به این عقیده است که اگر بین سران حکومت بین خود جور نبین شاید چانس به دست طالبان بین و پس یک حکومت ایجاد کنه. گفت ببینید امریکایا اول خو این امریکایا بسیار دروغ میگه. به شما مطمئن باشیم که مو کنگرس و یکی از رسانه‌های معتبر 18000 دروغ گفته ترامپ در وقت رئیس ریاست جمهوریش. توی میکی یکی از دیپلومات های بسیار ارشد امریکا در داخل کابل گفت که عمری حکومت در 14 ماه است. اگر این اختلافات ادامه پیدا کنه شما مطمئن باشین که بدل این نظام مجبور است که مردم یا مثلا بیرونی ها هم بدل این نظام همی طالبا را برای نوانی باشه میارن. باز هم ما میگیم که پس سرنوشتی بردو و نیروهای امنیتی ما شما چی میشه خانه صاحب؟ اگر این گناه خدا نخواسته عمل رخ بده هر کس میگم برمیگرده به سیاسیون ما، برمیگرده اینجا به اینجا. خب سیاسیون خویی وضعیت داره که شما اشاره کردین برشان جناب. اگر اختلافات به این منوال ادامه پیدا کنه شما مطمئن باشین که اردو مزام میپاشه، مثل که اردو دکتر نجیب از بین بره و این حکومت هم از ازم میپاشه و میه طالبا میه، ما مطمئنم براتون میگم که بازم جنگ های داخلی تشدید پیدا میکنه، بیرونی افغانستان رو ترک میکنن میروند. بازم ما اما افغان ها ما میان خود به خاطر قدرت به خاطر شوکی بازم جنگ های خونین شروع میشه. یه خود هوکرالی خبر در طالبان و امریکا تر مز قانید سر، یه اون خبر در نریوال طول نیده چه پر طالبان و غک کرده و چه در افغان امنیتی زواکون سر باید دور بندو که حد اقل در دقیق کرونا ویروس در ختمی دو پوری باید جگره نوسی افغان امنیتی زواکون لیوی خواد کرونا یا کوی نولس ویروس سر لاس و گریوان دی لبر خواه جگری تور سر طالبان دوام ور که دوی هم جگره که در اوی عملیات پر شاتم باید ده هیچا فکر نکوی چه دقیق غک تک نریوال طول نیکرده و که در هر چه لوری وی باید یو دوالو لورو افغان حکومت و طالبان مثبت جواب ورکړي و جګړه دروله وي. یک هفته پیش تقریبا طالبا گفتن که ما آمده هستیم که یک آتش بس به خاطر ویروس کرونا یک آتش بس مثلا اعلان بکنیم که متاسفانه یا که منابع ضعیف شون بود موثق بود نبود. به هر حال اینجا برمیگرده بازم من گفتم خودم تکرار میکنم که برمیگرده به سیاست مدارای ما،
ما فعلا دا ما مصروفی زده بنده های داخلی هستیم. من برای تا نگم میدونم جبنای سبوزی در اینجا دو دستگی و چند دستگی و چند دستگی است. تا این دا دستگی ها یک دست نشو نه جنگ ختم میشه در افغانستان، نه ما با ویروس کرونا مبارزه کده میتونیم و نه هم ما با طالبان در پای مذاکره نشسته میتونیم تا وقتی که دا دستگی که در دا داخلی نظام افغانستان سی از بین نرو. من میگم که بگذاریم به خاطر منافع ملی که شما میگین، به خاطر ملت ستم دیده و ملتی که هر روز قربانی میگرزی، هم جنگ ها زینا قربانی میگره، هم این روز بنام ویروس که اکثر این فقرا و مساکر ما و شما مدلق که از اینا قربانی گرفته رایست کار نیست، بار نیست. تا وقتی که ما یک دست نشویم، متحد نشویم، ما مسلمان هستیم، افغانستان هستیم، در یک جغرافی بنام افغانستان زندگی میکنیم، از منافع شخصی خود نگذاریم، در فکر منافع ملت نباشیم، همیت اشخاص دلسوز و متحد در این وطن پیدا نشوه، نه جنگ ختم میشه در افغانستان، نه ما وصل میرسیم. ما توقعی برادر، همین توقع ما، چشم امید ما امریکایی ها و بیرونی ها باشه، یک کمی خود ما از این بصیرت سیاسی ما کار بگیریم دیگه. این همی از این بصیرت سیاسی ما کار بگیریم، از یک سلسله منافع های شخصی ما، از خودخواهی، از قدرت. ما در این رسانه ها میبینیم، میگم یکی در تحلیلگرا میاد چیزی هایی میگن به خدا که اگه اینا به خیر افغانستان و لگه گفت بزنه جز به شر مردم افغانستان. یکی را میبینی وابسته به یک تیم، یکی را میبینی وابسته به یک تیم، یکی را میبینی وابسته به یک تیم، از امرو تیم میخوبی امایت میکنه، هیچ کس در فکری ملت مسلمان افغانستان نیست. من تفاصفانه امروز مدم تلویزیون آریانا امشب دیدم سه تحلیلگری مسائل سبزی هر شش چتیات میگو بخو خود تو خودت موتری لکس داری، خانه مشلل فیشن داری، خوب پول و پیسه داری، از این بیت المال افغانستان چور گده و بدبختی رزیل میخیزی که به خیر مردم افغانستان نمیگی و خدا نماینده مردم افغانستان هم معرفی میگی. در صورت در کرونا پولان دیل که سنگه چی جدی مبارزه روانه در کدسی در سول در پار شوه وی که دیشی جگره خلاصه وی، یعنی در کرونا پولان دی مبارزه تاسو جدی مبارزه گنی در کم تدابیر چی روان دیلی تبیدی؟ همی تدابیری که اینا میگه می سر صدا هایی که میکنن مثلا از طریق رسانه ها و از طریق مثلا صفات اجتماعی و از طریق تجمعات که ویروس هست ها ویروس هست. متاسفانه اون روز ما یک وزیرک داریم، وزیر صحت عامه، با او ملامتی سر علماء افغانستان برمیگردانه که ملایی که در مسجد نماز میخوانه نمیانه مینوان میخوانه این مقصر اصلی است. ویروس هسته در افغانستان ها دیم معالی میدین مسجد ما ویروس داره، ویروس خوب برو مرز ایران ها بسته میکرده ویروس در افغانستان ما دا بدبختی رزی در اوجه در ایران مثلا کم میزده قرانتین جور میکرده که دولت مجهز هستی، چرا انتقاد سر علماء افغانستان میکنی؟ چرا دین ستیزی میکنی؟ وقتی که فتوای را گنگ مبهم و نامعلوم را که این وزارت حج اوقاف وقتی که صادر کرد، خب علما ما فتوا با ما شرایطی که اونا گفت همو مثلا تدابیر ما احتیاطی و وقایع را در نظر گرفتن، ولی می عذاب خداست، همین عذاب خدا جای نجوج گجاست. اون مسجد است که بریم با مسجد تضرع کنیم، معجزه کنیم، خدای بلا و مصائب از سری. متاسفانه که امروز ما خیر نمی خواهیم، عذاب خدا می خواهیم. اینایی که سر صدا دارن نتا میگن با مسجد نرو، ویروس میگیرد، ویروس از مسجد اومده طرف خدا، مرزایی که برو بسته که از او کشوری که بستری مثلا چین بود، ایران است یا پاکستان بود، هر کشوری که بود اونجا رو میرفتی کار میکردی، نمیماندی کسایی که ویروس داشته و داخل خاک افغانستان میامد. این روز انتقاد داری سر مساجد، سر مدارس، سر علمای دی ما خیر نمی هل لرسد خانه نمی اگم من نمی اگم من نمی اگم علمو فکر نکوی اما پوهاوی باید کرده ویوز باید خلکو تا او ای چه ما کده من هم دیلا متاسفانه علمای افغانستان ما می چند روز پیشم شورای علمای شهر کابل یک جلسه داشت ولی اگه در ملانما ها کار میکنن، ما گفتم چند دستگی در دستگی سه اینجا کابل یک شورای علما داره الحمدلله شورای سر تاثیر اگه دسته میبینه که نمیدونم از کجا سر میکشن، امروز هم در ایدگاه جلسه داره برادر خو، یک شورا از کابل، یک وزارت از کابل، یک ریاست مساجد از کابل، تو چی کار هست؟ اگه از یک طرف دیگه من میگم که مثال و نمونه برات گفتم رای حل چند دستگی ما نه باید کس از بین ببریم، یک دست شویم، متحد شویم، ببین تبعیض نکنیم، تعصب نکنیم، سمگرایی نکنیم، امتیازگیری نکنیم. و برادر این قاوخ امتیاز خوردی بس چور بین، من اینا رو میگم چور بین، واحد شویم، یک دست واحد شویم مطابق ارزش های اسلامی و جهادی و ملی، در با یک مکانیزم با یک برنامه قوی با طالبان باشه در پای مذاکره سلمی بخیر باشین. سلامت باشین لیدون کو ریدون کو تاسو هم مننه چې د بحث لیدون کی وي د نن خبرې خبرونه د نن شپې د پاره هم دومره تر بیخي شاري لولم.